بابا بده بیا بابا جانبه توفنگ سی ماشاءالله ماشاءالله یا بابا ماشاءالله ای جونم ای سیفور بدش به من خود باشی همشو در بیار خوشحال نیستی ما اونقدر تفنگ داریم که نترسیم از سرخون باور کن که یه ذره ترس در وجود من نیست نیش دوستان بدتره نشنیدی چی میگن؟ هرچی تفنگ بیشتر بهادر جری تر فکر میکنم که من میخوام خون را بمیزم فقط چه کاری بود که با من کردی خان؟ من این که نافذ سر تو بودم نافذ سر؟ من این که همیشه گردنم جلوی تو خم بود و خاک پای تو بودم حق من این بود که به جای تفنگ سنگ تحویل من بدی و منو سنگ رو یخ کنی جلوی پسرم؟ اگه واقعا جنگی در گرفته بود بین دارون و پازن من چه باید میکردم با یک مش سنگ؟ حتما خودت خوب خبر داری که بهادر همه جا تفنگچی گذاشته و تهدید کرده که جواب سرخ و گلوله است حق من این بود منی که همیشه مطیع خان بودم حافظ سر مطیع خاک پا تو چه رعیت مطیع هستی که از دستور خان سرپیچی کردی به چه حقی جعبه های مرموم شده رو باز کردی؟ جانغولی باز کرده هر هفته؟ جواب بده نه پنج تاش کار خودم بود
حالا گوش کن ببین چی میگم. شاهزاده ای که خوب تربیت شده بود و جامع کمالات ظاهری و باطنی بود شکایت کرد به سلطان پیر که چرا شاه به من که حافظ سر و وارث تاج و تخت هستم اطمینان نمی کنه و به اصطلاح زمام امور مملکت رو به دست با کفایت من نمی سپاره. شاه جعبه سربسته به او داد و گفت از این جعبه خوب محافظت کن تا جواب سوالت رو پیدا کنی. شاهزاده که از صداهای درون جعبه به شک افتاده بود طاقت نیاورد. در جعبه رو باز کرد، موشی از درون جعبه بیرون پرید و پا به فرار گذاشت. شاهزاده رنج دیده و دلخور به پدرش گفت این چه کاری بود که با من کردی؟ شاه گفت این جوابی است که خودت برای خودت بریدی و دوختی. تو که قادر نیست یک جعبه رو نگهداری کنی، چطور میخوای من سلطنت و مملکتم رو به دست تو بسپرم که نگهداری کنی؟ حالا تو که نه جامع کمالاتی نه وارث تاج و تخت، باید به عنوان یک رعیت اطاعت کردن رو خوب یاد بگیری و هیچ وقت بی اجازه وارد حریم خان نشی و هیچ وقت میشنوی؟ هیچ وقت با صدای بلند با خان حرف نزنی. حالا برو به طایفه و کاری کن که خان رو راضی نگه داری. اینم با خودت ببر، بریز پای درخت. به عرض رسوندم که خطر سرخو کم از بادر نیست. دم نکشید؟ ممدلی سلام. خدا قوت. سلامت باشی. چه خبره؟ امن و امان. خورشید تفنگ چی ندیدی صبح تا حالا؟ یه 7-8 تا صبح رفتن این بری. غریبه هم توشون بود؟ نه، همه رو میشناختم، خودی بودم. سلام. آب خوردن داری؟ از الان چای جوش میاد، چای بهت میدم. یه چند تا نینا؟ چای هستن برم گرفتی امسا؟ امسا درست میشه چایی؟ Thank you.
پا بیده به کت بسورده بگیر از پاهاش بگیر بزن بادم خوبا چکش بزن بادم ایچی الان میرسونمش مهم نشون همین جاوش بیایی محکم بگیریدش محکم گفتم بگیرش کشنده تره بابا میبینی چطور نیش میزنه تلافی میکنم بابا جمع میشی میریم جانگولی رو با تیر میزنیم چرا جانگولی؟ نمیکشیم تیر جواب تیر زیفور تفنگچی ها رو جمع کن ما فریب خوردیم فکر میکردیم جایزه بزرگ به کسی میرسه که تیر بزنه به بهادر ولی هدف خورشید بود نباید تنها کشیک میداد حالا هم دست دست نمیذاریم ما میریم و تیر میزنیم به جانخونی بروی شش نمیکشیم فقط تیر بروی شش چه میکنی کت خدا شماها چه میکنید کجا؟ با اجازه کی؟ مشورت کنید آقا جان با حضرات صحبت کنید کی گفت سر خود را بیافتید و خون و خون ریزی را بندازید؟ از من اجازه دارن جناب پیروز منم از حضرات اجازه گرفتم قرار شد جواب گلوله گلوله باشه قرار هم بر این بود دست به کار خطرناک نزنیم
آقا سید محمد، شما بفرمایید در این موقعیت تیر زدن به جانقلی درست است یا نه؟ میفرمایید دست رو دست بذاریم و بنشینیم تماشا کنیم؟ قصد کشتن خورشید در میان بود، گیرم تیر کارگر نیفتاد. جایزه بزرگ همین بود، نه کشتن بهادر. هر چه بود، قرار ما بر این بود کردار ما سنجیده و با حساب کتاب باشه، نه اینکه کت خدا خودسری سرنوشت طایفه رو به بازی بگیره. بازی؟ بله، از خودسری دست بردار کت خدا. من خودسری کردم؟ بله، مگر تو نبودی بدون مشورت شرط بستی با سرخو؟ بعد با خودسری رفتی ضیافت خان و اون قالی آوردی با پاداش بزرگ. همین کارا باعث شد اون همه سلاح بیفته دست سرخو. حالا با خودسری میخوای تیر بزنی به جانقلی و حمام خون را بندازی. گویا اصلا به فکر طایفه نیستی کت خدا. جناب پیروز، یک طرفه نمیخوایم بریم به قاضی، ولی حق اینه که تیز زدن به جانقلی صلاح نیست الان. ولی ما هم نباید خدمت بهادر به طایفه رو فراموش کنیم. شما و بقیه حضرات چه میفرمایید؟ دست رو دست بگذاریم و بنشینیم؟ ما این کار سرخو پیام داد آماده خون و خونریزی هست. قرار شد ما شروع نکنیم. بهتری کت خدا وساطت و پادرمیونی رو بسپاره به حضرات. ببینیم به کجا میرسیم. کل احمد و جناب پیروز از طرف طایفه ما با حضرات دارون مجلس بذارن و به آشتی برسن. اگر سرخو کوتاه نیومد و حضرات دارون پشت او ایستادند و پشتیبان شدند، باید آماده جنگ بشه. کسی هست مخالف باشه؟ سلام. سلام. کجا؟ کجا حضرات؟ جای بزرگان سیاه چادر بزرگانه. بفرمایید قدم روی چشم ما بذارید. بفرمایید. داریم ما واکت خدا سرخو. قبول بفرمایید، زودتر هم به نتیجه میرسیم. اه با قربان حرف حساب، کت خدایی از سر سرخو هم زیاده. حضرات فقط بنده رو به نوکری قبول کنن بسه. بفرمایید. نفرمایید، این چه حرفیه؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. تمنا میکنم. بفرمایید. بده من اون چایی رو. قدم سر چشم ما گذاشتید. پشت سر سرخو خیلی ها حرف میزنن، ولی شما حضرات، شما بزرگان که موی سفید کردین که نباید گوش کنید. که سرخو دلش صافه. به اجاق بهونم قسم، اگر کسی مهمیز به گرده من نزنه میبینه که من چقدر دل رحم و با محبتم. من برای چی باید تیر بزنم به خورشید؟ اصلا بفرمایید، با این سن و سالم من چرا باید خودمو درگیر کنم با یک مش جوون ناقص عقل؟ بفرمایید. خیلی خوش اومده. اگه کل احمد جز این فکر میکرد اینجا نبود الان. حالا که سرخو هم اینجاست، بیایید سنگامونو وا بکنیم، هرچی هست همینجا حلش کنیم، تموم بشه بره. به 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 به، چی بهتر از این؟ هر کاری که از سرخو برمیاد دریغ نمی کنه. بروی چشمم، فقط یه شرط دارم. من یه شرط دارم فقط. همون جوری که سرخو اطاعت میکنه، بهادرم باید قول بده مطیع باشه. همین. باید مطیع باشه. تسلیم کت خدا. ما هیچ چیز نمیخوایم جز که از دشمنی دست برداریم و
با صلح و صفا زندگی کنیم. همین. به 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 به، چی بهتر از این حرفای من. از قدیم الایام بین ایلات و طوایف اصلا رسم بوده خون بس. این یه رسمه، عرفه، حرمت داره برای ما، شریفه برای ما هم. به 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 به، چی بهتر از این حل دیگه همه چیز. شما تشریف ببرید به خون خودتون، به بهادر پیشنهاد بدید با میل و رغبت دست دخترش جهان پسند بذاره توی دست سرخو. سرخو هم بنویسه، مهر بزنه، انگوش بزنه که تا آخر عمرش نوکری کنه برای جهان پسند. بهادر نوکر همه چیز تمام نمیخواد برای دخترش، اون معلومه که میخواد. اینجوری کدورت ها رفع میشه، صلح و صفا برقرار میشه بین دوتا طایفه برای همیشه. اگه حرفی داریم به خودم بزنیم. قرامت بنابرای رسم خانواده قاتل باید بده به خانواده مقتول. بهادر قتلی نکرده، خونی از شما به گردن ما نیست، یعنی خونی از دارونی ها به گردن پازن نیست. کاش بود، کاش خون بود. ظلمی که بهادر به من و طایفه من کرده نه با یک خون و ده ها خون، تو اصلا بگو صد ها خون پاک نمیشه این ظلم و بیداد. قسم خوردم، قسم خوردم که تا وقتی که نفس میکشم یک نفس کش زنده نذارم از پازن. راه حل همونیه که گفتم، وصلت که بشه بین دوتا طایفه آب گلالود صاف میشه و برمیگرده به سرچشمه. اون وقت چرا باقی مردای طایفه من زن نگیرن از پازن؟ حساب میگم؟ یک بار دیگه تکرار میکنم که خوب روشن بشه براتون، ما میخواییم انتقام بگیریم، انتقام سخت. جوری از پازن انتقام میگیرم که نوه ها و نتیجه هامون هم یاد کنن از اون، مگر اینکه بهادر تضمین همین تضمین بده. رسم و رسوم هم میگه که بهادر باید دختر بده به سرخو. همین و سلام. خب حالا این نظر حضرات هم هست؟ بنری سپیدای دارون و کت خدا سرخو هیچ اختلافی نیست. بله درست میگی. بله درسته. بله درسته. بله درسته. بله درسته. ممنون، ممنون. اجازه بدید پیغام ببریم برای طایفه، هر چی شد به شما خبر میدیم. خود شما نظر بدید مگه کفایت نمیکنه؟ همینجا تصمیم بگیرید. وقت بدید بهتره. تضمینی که میکنیم باید محکم باشه. باشه. ما هم منتظر میمونیم. ولی نه زیاد. معطل نکنید سرخو، کم حوصله است. خداحافظ. خداحافظ. انگوش بزن. برای چی؟ شکایت از بهادر بزن. شکایت؟ شک داری به سرخو؟ نه نه بزن.
سلام. سلام کت خدا. رازان اومده، میخواد قسم بخوره تو ندیدیش. بر نگرد. رازانم، خوب به من گوش کن. سرخو عریضه جمع میکنه که از تو شکایت کنه. منم مجبور شدم انگوش بزنم. حواس جمع کن. ندیدی منو؟ حقیر اینقدر میفهمم که سرخو کشمکش شخصی داره با بهادر. ابایی هم نداره هر دو طایفه درگیر بشن، خون و خونریزی را بیفته. از طرفی این هم میفهمم که سرخو اینقدر انصاف داره که اگر بهادر با او وصلت کنه از همه چی بگذره و به صلح رضایت بده. به همینقدر انصاف او اطمینان دارید؟ قرار شد جلوی ریش سفیدای هر دو طایفه کاغذ بنویسیم و انگوش بزنه. زیرش نمیزنه؟ کنارش میذارن. جرأت میکنن؟ من دختر به سرخو نمیدم. سرخو هم کوتاه نمیاد. حسد محمد، خب مشکل اینه که ما حاضر نیستیم درگیر مسئله بهادر بشیم. حسد محمد، این مسئله من نیست فقط. هست. خوب فکر کن. ببین چی ممکنه تایفه رو جدا کنه از مسئله تو. وقت میخوام تا فردا. سرخو صبور نیست خیلی. فردا صبح اول وقت. خب چه شد؟ باید برم بمیرم. پشتیبانی نکرد؟ هیچ وقت اینطور از چشم طایفه نیفتاده بود. گفتم از عاقبتش میترسم. نگفتم؟ گفتم ول کت خدایی، بد پدر نیستی؟ همه فکر میکنن مقصر هستی، منم فکر میکردم. حالا حرفا شده طعن و کنایه. به زودی مثل نیشتر فرو میره تو قلبت. این وسط سرخو تقصیری نداره گویا. نصف دیگه یه این دعوا بهادره. این حضرات باید بدونن من بهادر پدرم هستم. باید؟ حضرات میگن راهی پیدا کن که طایفه جور تو رو نکشه. مگر اینکه پدر رو جدا کنی از دعوا. یعنی کاری نداشته باشم با طایفه؟ کت خدایی سراخ داری که دست شسته باشه از طایفش؟ بله، همین الان، همین الان بهادر دست شسته از طایفه. البته به شرط این که کتایون همراهش باشه. دل بی بی همیشه با بهادره، حتی اگه عقلش مان کنه.
جهان بیا این طرفش بگیر. خوابم داره میبنده. بگیر از داره ستونای جلو و میخوابونه. بسیار چادرم انداخت. آی کت خدا، هنوز مانده تا کود. سلام به حضرات و اهل طایفه. دیروز معلوم شد مشکل اصلی صلح آشتی با دارون منم و خانوادم. اگه ما داخل طایفه نباشیم سرخو بهانه‌ای نداره برای جنگ و جدال. تصمیم گرفتم بریم به طایفه بی بی کتا. دیشب برای شوکت خان پیغام فرستادم، اونم قبول کرد. به سرخو بگید بهادر پازنی نیست، هیچ میراثی از طایفه نداره. طایفه جوابگوی بد و خوب بهادر نیست. پازند دست کشیده از بهادر. هر چه خواستید بد بگید از بهادر. از همه حلالیت می طلبم. کت خدا، حالا که داری میری و راه تو از ما جدا میکنی، اگر توصیه ای داری از ما دریغ نکن. سرخو فقط به دنبال گروکشی از بهادر نیست، نظر داره به کل طایفه. قصد داره اول دختر بهادر بگیره، بعد همه دخترهای طایفه. با زور و قدرتی که تفنگ به او داده نیت کرده تمام زمین ها و مراتع بازن رو از آن خود کنه تا طایفه نابود شه کامل. دو دوزه بازی میکنه، از یه طرف قرار صلح میذاره با شما، از طرف دیگه شکایت جمع میکنه علیه من. فریبشو نخورید. همین
سربازان گوش کنن. این عریضایی که میبینید شکایت از بهادره. من اومدم که بهادر رو ببرم. کی شکایت کرده؟ چی کار دارین ما بهادر؟ تو چه کاری؟ گفتم تو واشتا. سوارش کنید ببرید. بردنش. الان به من مدیونه. خان کار داره با تو. رازی از بهادر که باید دیگه سرخو؟ نه